السلام عليكم جل مولاي بسم الجزيل. الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. تصویر و صدای منو دارید آقای حاجی زاده؟ بله، همه چی وصله. خیلی ممنون، خیلی عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت دوستان و بینندگان عزیز، به شما خوش آمد میگویم به برنامه امشب آنلاین مؤسسه فرهنگی اهل بیت مونیخ. مهمان امشب ما جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی عزیزی هستند با موضوع درخواست از اولیای الهی. Liebe Geschwister, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Online-Programm des Ahlul Bayt Kulturverein München e.V. dieser Woche. Gastredner des heutigen Tages ist Hujjatul Islam wal Muslimin, Herr Mahdi Azizi, den wir auch in Vergangenheit hier begrüßen durften, mit dem Thema, die Gottnahen zu bitten. خب. به شما خوش آمد میگویم جناب آقای عزیزی، از اینکه برنامه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. ich danke Ihnen für die Teilnahme Herr عزیزی. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه خواهران و برادران عزیز ایمانی و امیدوارم که انشالله در سایه لطف الهی پایدار و سربلند و سرزنده و سالم باشید. در خدمت Auch er grüßt alle Geschwister und freut sich, dass er dabei ist und wünscht ihnen alle Gesundheit. Und er meint, ich stehe gern zur Verfügung. خب جناب آقای عزیزی، ما برای اینکه اتلاف وقت نکنیم، اینترنت تو هفته های گذشته با ما شوخی های بسیار ناجوری کرد، ولی امشب مثل این که بسیار خوب و شفاف همه چیز، هم از طرف بنده هم از طرف شما، انشالله مشکلات هفته های گذشته تکرار نشه. ولی باز برای که برنامه هم خیلی امروز به موقع الحمدلله شروع شد، فکر میکنم بهتره که با سخنرانی شروع بکنیم و در خدمت شما هستیم. Liebe Geschwister, wir fangen gleich mit dem Vortrag an und ich bitte Herr Azizi mit dem Beginn des Vortrags. بفرمایید خشما، بیتر شن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل برجه. راجع به شفاعت اهل بیت علیهم السلام بحث کردیم و دلایل عقلی و قرآنی رو برای اثبات مسئله شفاعت مطرح کردیم و در اونجا روشن شد که یکی از عقاید مهم شیعه که پشتوانه عقلی و قرآنی داره مسئله شفاعت اولیای الهی هست، که این مسئله از آیات قرآن به خوبی واضح میشه در مقابل کسانی که انکار میکنن مسئله شفاعت اهل بیت رو و میگن ما چیزی به نام شفاعت نداریم و اهل بیت این قدرت و اختیار رو ندارن. ما پاسخ اونها رو مفصل در جلسات قبل گفتیم و این رو دیگه تکرار نمی کنیم. در این جلسه ما یک مسئله رو در واقع در ادامه بحث شفاعت که یکی از مسائل مهم امامت هست مطرح میکنیم، که انشالله دوستان برادران و خواهران ما قدری ایمانشون و اعتقادشون به اولیای الهی انشالله مستحکمتر بشه و در مقابل شبهات و سوالاتی که احیانا از ناحیه دشمنان اهل بیت و دشمنان اسلام ممکنه مطرح بشه بتونن این پاسخ رو داشته باشن. در خدمت بفرمایید. لازم به تذکر هست ما در آرشیو یوتیوب
سخنان جناب آقای عزیزی رو آرشیو کردیم در یوتیوب مؤسسه. انشالله در آتیه در سایت اینترنتی هم لینکش رو وصل میکنیم. Liebe Geschwister, in der letzten Versammlung hatten wir über das Thema Schafa'a, also die Fürbitte der Ahlul Bayt, gesprochen gehabt und die nötigen koranischen Belege und die logischen Erklärungen gebracht worden in Antwort auf die Personen, die das Thema Schafa'a konnten komplett ablehnen. Nämlich mit der Behauptung, dass die Imamen solche eine Fähigkeit nicht besitzen. Ich will natürlich jetzt nicht dieses Thema heute wieder erneut erörtern. Hier geht es jetzt um den Imamen und das Thema Thematik der Imamat. Und damit wir in unsere Glauben uns stärken bezüglich der Gottnahen und die Zweifel, die von den Feinden gesät werden, entsprechend wir entgegenwirken können. بله، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، سوال اساسی این جلسه ما که در واقع در پاسخ به این سوال این جلسه ما شکل میگیره این است که بعد از این که ما قبول کردیم که اولیاء خدا اینها اجازه شفاعت دارند و شفاعت رو خدا به اینها مقام شفاعت رو به اینها داده، سوال این است که آیا این مقام شفاعت آیا فقط در آخرت هست یا در همین دنیا هم شفاعت ممکن است؟ به تعبیر دیگر، آیا ما می توانیم از اهل بیت پیامبر و پیامبر خدا درخواست کنیم در همین دنیا که واسطه بشند و از خدا بخواهند که مشکل ما را حل کند؟ این یکی از معانی شفاعت همین است، یعنی ما اهل بیت رو، اولیاء خدا رو واسطه کنیم بین خودمون و خدا که اونها از خدا بخواهند که خدا دعای ما رو مستجاب کند. آیا این در دنیا هم ممکن است یا فقط این مسئله مربوط به آخرت است؟ شاید برای بعضیا این سوال اصلا مطرح نباشه، اما به خاطر اینکه عده‌ای این شبهه رو مطرح کردن و به شیعیان این اشکال رو میگیرن و میگویند مسئله شفاعت رو ما قبول داریم ولی این فقط برای آخرت است، در این دنیا اولیای الهی هیچ کارند، شما به چه حقی میرید از اونها درخواست حاجت میکنید؟ به چه حقی میرید حرم ائمه اطهار؟ به چه حقی میرید حرم پیامبر اکرم و از اون حضرت دعا میکنید، از اون حضرت میخواهید که حاجت شما رو بده؟ این امکان نداره. در واقع در این جلسه ما میخواهیم این سوال رو پاسخ بدیم. بفرد. Ich möchte noch an der Stelle selber hinweisen, dass der Vortrag von Herrn Azizi des letzten Mals in den YouTube-Kanal des Vereins archiviert ist und wir in naher Zukunft, inshallah, die Link in unsere Internetseite veröffentlichen werden. Aber man kann die jetzt auch finden in YouTube-Seite. In Shia-Munich. Also Fortsetzung des Vortrags. Also die entscheidende Frage für den heutigen Vortrag ist, nachdem wir über die Gottnahen, also Awliya Allah, gesprochen haben, dass sie die Erlaubnis haben zum Shafa'a, zu der Fürbitte, jetzt diese Frage sich aufstellt und aufträgt, ob das nur für Jenseits gilt oder auch für hier. Weil einige Leute, kann ja sein, dass manche Leute damit kein Problem haben, dass für die gar nicht wichtig ist, aber manche Leute stellen hier die Frage den Schiiten in provokativer Form, soll das denn sein? Denn die Imamen haben ja eigentlich nichts zu sagen. Und wenn die nichts zu vermelden haben, mit welchem Recht gehen wir zu dem Grab der Ahlul Bayt oder Propheten und bitten um Fürbitte bei Gott? Das ist
das eigentliche Thema des heutigen Vortrags. بفرمایید خواهش میکنم. یکی از اشکالاتی که به شیعیان میکنن این است که میگن شیعیان به خاطر اینکه در قبور اولیاء الهی دعا میکنن، از اونها درخواست میکنن، به سبب همین اینها مشرک هستند، یعنی اینها غیر از خدا را میخوانند. در واقع اینها این اشکال رو میکنند که میگن هر گونه درخواست از اولیاء الهی این شرک است، به دو دلیل. دلیل اول، اولا امکان نداره با اولیاء الهی صحبت بکنی و اونها مرده اند و صدای ما را نمیشنوند و پاسخ ما را نمیدن. کسی که مرده است چطور میتونه پاسخ ما رو بده؟ این اولا، پس امکان ندارد. و ثانیا اگرم امکان داشته باشه این کار شرکه. چرا؟ چون خواندن غیر از خداست و قرآن میگه ولا تدعو مع الله اله آخر، در کنار خدا اله دیگر و معبود دیگر را نخوانید. و این کار شرک است. شیعیان دقیقا دارن از غیر خدا میخوان حاجت های خودشون رو، پس اینها مشرک هستند. ما در برای اینکه این سوال پاسخش روشن بشه، مطالبی رو در این جلسه خدمت سروران خودمون و دوستان خودمون عرض میکنیم. Eine der Kritiken an die Schiiten, die es gibt, ist, dass die Schiiten zum Grab der und zu Gräber der Gott nahen, Auliya Allah gehen und dort Bitte stellen und mit den Gräbern sprechen. Und dies stellt einen Polytheismus, einen Schirk dar. Weil zum einen sie mit den Toten sprechen, was eigentlich nicht möglich ist, denn die sind ja tot und die hören ja. Würden und antworten würden die Schiiten ja einen außer Gott aufrufen, während der Koran ja klarer sagt, ruft niemand außer Gott auf. Das ist, was heute Abend hier zu erörtern ist. Befarmit. بله. بنابراین ما باید در دو ناحیه این سوال رو جواب بدیم و امشب بحثمون رو در دو محور پیش میبریم. محور اول، سوال اول، آیا اصولاً درخواست از اولیاء الهی عقلاً امکان داره؟ آیا اونها صدای ما رو میشنوند واقعاً؟ آیا میتوانند جواب ما رو بدن؟ از نظر عقلی و قرآنی این امکان وجود داره یا نه؟ و سوال دوم، بر فرض اینکه این امکان باشه، عقلاً ممکن باشه که اولیاء خدا حرف ما رو بشنوند و عقلاً بتونند پاسخ ما رو بدن، این امکان عقلی وجود داشته باشه، سوال اینه که آیا این کار از نظر اسلام جایز هست؟ ما اجازه این کار رو داریم؟ آیا این کار با عقاید اسلام منافاتی نداره؟ آیا این کار با توحید و پرستیدن خدا منافات دارد؟ آیا خواندن اولیاء خدا اینها شرک است واقعا یا نیست؟ ما در این جلسه میخوایم از آیات قرآن و روایاتی که در کتب معتبر برادران اهل سنت ما وجود داره این مطلب رو اثبات کنیم و بگیم که اولا از نظر عقلی هیچ اشکالی ندارد که اولیای خدا بعد از مرگشون صدای ما رو بشنوند و پاسخ ما رو بدن، این از نظر عقلی محال نیست. و دومن ما از قرآن و روایات معتبر که در کتب اهل سنت وجود دارد اثبات می‌کنیم که نه تنها این عقلاً ممکن اشکالی ندارد، بلکه این کار شرک هم نیست و حتی توصیه هم شده است. یعنی در دین ما، در دین اسلام، این کار توصیه هم شده است. حالا با توضیحاتی که بدیم انشاءالله مطلب واضح میشه. Also unser Gespräch wird heute sich auf zwei Ebenen bewegen. Nämlich zum einen,
ob das überhaupt vernunftmäßig logisch ist, mit diesen in Gespräch zu treten und dass die unsere Aussagen hören und entsprechend antworten. Also ob das islamisch überhaupt legitim ist, was wir da tun. Und zum anderen, ob das überhaupt nicht, überhaupt, ob das Thema Monotheismus nicht im Widerspruch steht. Aber wir werden mit der koranischen Verse und mit den gesicherten Überlieferungen, die aus den sicheren Büchern der Ahl-Sunna, der unserer sunnitischen Geschwister dokumentiert ist, dies erklären. Nicht nur, dass das nicht unmöglich ist, sondern auch, dass das koranisch und mit diesen entsprechenden Überlieferungen auch belegbar ist, dass das keinen Polytheismus darstellt, ja sogar islamisch besonders dazu aufgefordert und empfohlen wird. Befahl weiter. اما سوال اول، پاسخ به سوال اول، ما به سه دلیل ثابت میکنیم که درخواست از اولیاء الهی با از نظر عقلی امکان دارد و هیچ مشکلی ندارد. اولین دلیل دلیل عقلی است و دومین دلیل دلیل قرآنی و سومین دلیل دلیل حدیثی و روایی و تاریخی است. اما دلیل اول که دلیل عقلی باشد، ما ببینیم که مشهور مسلمانان، اکثریت مسلمانان اعتقاد دارند که روح انسان یک وجودی است که فنا ناپذیر است و نابود نمی شود بعد از مرگ. اگر ما اعتقاد پیدا کنیم که اولیاء الهی بعد از مرگ دیگه نابود میشن، صدای ما رو نمیشنوند، پاسخ ما رو نمیدند، این در واقع مثل این است که ما معتقد باشیم بعد از مرگ انسان نابود میشود و این با عقاید مسلم مسلمان ها، نه تنها مسلمانان بلکه تمام موحدان عالم مثل مسیحیان، مثل یهودیان، همه اینها معتقدند که روح نابود نمیشه. بنابراین وقتی روح زنده است چه اشکالی داره که اولیاء الهی با روح مطهر خودشون، با روح مقدس خودشون ما رو ببینند، صدای ما رو بشنوند و حتی پاسخ ما رو بدند، ولی نه با زبان خود، بلکه پاسخ ما رو با در واقع درخواست از خدای سبحان و برآورده شدن حاجت ما بدهند. بنابراین از نظر عقلی هیچ اشکالی نداره، چون ما معتقد هستیم که روح زنده است و جاودانه است. این جسم است که از دنیا میره ولی روح ابدی است. این دلیل عقلی. بفرمایید. Zum einen das erste, die erste Frage wollen wir erörtern mit drei Begründungen. Die erste Begründung ist eine vernunftbasierte Begründung, zweitens koranische Begründung und drittens überlieferungsbezogene Begründung. Nun zum vernunftbezogene Begründung. Die Mehrheit der Muslime ist davon überzeugt, dass die Seele des Menschen nicht vernichtet wird. Wenn die Seele vernichtet werden würde, nachdem der Körper vernichtet ist, dann könnte man natürlich mit so einer Person nicht sprechen. Aber wenn die Seele da ist, warum nicht? Die meisten Muslime sind davon überzeugt, dass die Seele nicht zerstörbar ist. Ja, sogar Nicht-Muslime wie Christen und Juden sind diese Meinung, dass die Seele des Menschen nicht zerstört wird. Also sind die in der Lage, uns zu hören und zu antworten. Aber nicht antworten, indem sie mit ihrer Zunge sprechen, denn das war ein Teil des Körpers, sondern sie antworten, indem sie unsere Bitte an Gott weitertragen. Der Körper ist nämlich zerstört.
nicht der Geist. Befarmait. بله، اما دلایل قرآنی، ما آیاتی داریم که در قرآن کریم نشون میداد که صحبت کردن و حرف زدن با مردگان هیچ اشکالی ندارد و این امکان وجود دارد، این راه بسته نیست. یکی از این آیات سوره زخرف آیه 45 است که خدا به پیامبرش دستور میده، میگه ای پیامبر من، وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون رحمان آلهتن یعبدون. ای پیغمبر من، تو از پیغمبران پیشین خودت سوال کن، از اونها برو بپرس که آیا غیر از خدای رحمان کسی دیگری را ما قرار دادیم که مردم او را پرستش کنند؟ این که خدا به پیغمبرش دستور میده از پیغمبران گذشته‌ای که از دنیا رفتن برو از اونها بپرس، معلوم است که سوال کردن امکان داره، پیغمبر میتونه این سوال رو بکنه. و الا اگر ما بگیم عقلا امکان ندارد، این چطور ممکن است که خدا دستور به یک کار محال بدهد؟ این خلاف حکمت خداست، خلاف عقل است که خداوند دستور به کاری بدهد که ممکن نیست. پس معلوم میشه که این کار ممکن است که خدای سبحان به پیغمبرش دستور میده، میگه از پیغمبران قبل از خودت سوال کن. این یک آیه. آیات دیگری هم هست که باز خدمتتون تقدیم میکنم. بفرمایید. فقط معنای قرآن، چون قرآن دم دست من نیست، آیر معنای آیر رو دوباره بفرمایید. از پیامبران پیشی سوال کن کسی خدای ای پیغمبر بپرس، سوال کن از پیغمبرانی که قبل از تو بودند و از اونها بپرس که آیا ما غیر از رحمان خدای دیگری را برای پرستش قرار دادیم؟ بله. Also zu dem koranischen Begründung bringe ich jetzt folgende Vers, und zwar aus dem Sura Zuchruf, Vers 45. Da kann man ganz eindeutig sehen, dass das Gespräch mit den Toten nicht nur nicht verboten ist, sondern auch durchaus gewünscht ist. An der Stelle heißt es, O Prophet, frage den vorherigen Propheten, ob wir einen anderen außer den Allerbarmen als Gott für die Menschen eingesetzt haben. Also ob die anderen Götzen, die jetzt existieren, wir eingesetzt haben. Warum fordert Gott den Propheten auf, das zu tun? Gott soll an die Gräber oder von den verstorbenen Propheten, der Prophet soll die verstorbenen Propheten dies fragen? Das ist doch gegen Logik, wenn das nämlich nicht wäre. Wie kann Gott so etwas Unvernünftiges verlangen? Also ist es wohl möglich, dass der Prophet dies tun kann. Da gibt es noch andere Verse, die ich jetzt noch hinzufüge. Befarmeid? Vale. Nukhtay duvum dar آیاتی از قرآن داریم که خدا به پیامبرانش سلام میکنه، به پیامبران که مرده اند، از دنیا رفته اند. مثلا میفرماد و سلامون علی المرسلین، سلام بر پیامبران، سلامون علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح، سلامون علی موسی و هارون، سلام بر موسی، سلام بر هارون. اگر صحبت کردن با اینها امکان نداشته باشد، این کار لغوی است و خدای سبحان کار لغو نمی کند. پس معلوم می شود که ممکن است که این با اینها صحبت کنیم و اینها زنده هستند و صدای ما را می شنوند. بفرمایید. Der zweite Punkt ist, dass Gott im Koran die Propheten grüßt. Es heißt ja, gegrüßt seien die Propheten, gegrüßt seid Noah, gegrüßt seid Musa, Moses, gegrüßt sei Aaron, Harun.
Diese Handlung wäre eine Sinnlosigkeit, wenn diese, da sie ja verstorben sind, diese Worte nicht hören würden. Und ist denn das vorstellbar, dass Gott etwas Unsinniges, Unvernünftiges tut? Also zeigt dies, es ist möglich, sonst würde Gott die ja nicht grüßen. Befarmait. و در آخر آیه دیگری هست که آیه معروف سوره آل عمران است که خدا می‌فرماید درباره شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ای مؤمنین ای مسلمانان لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها مرده هستند بلکه اینها زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی میخورند این که قرآن میفرماید اینها زنده هستند حی هستند یکی از نشانه های موجود حی این است که میشنود و میبیند و میتواند پاسخ بدهد اگر اینها توانایی شنیدن نداشتند که دیگه نمیشد به اینها بگیم اینها زنده هستند پس این که قرآن میفرماد شهدا زنده هستند یعنی قدرت رو دارند که دقیقا مانند یک موجود زنده صدای ما رو بشنوند و پاسخ ما رو بدهند و اهل بیت پیامبر و خود پیامبر اینها در واقع مانند شهدا اهل بیت پیامبر همگی شهید شدند و همگی در راه خدا جان شریفشون رو از دست دادند و اینها زنده هستند از خدا روزی میخورند بفرمایید Und zum Schluss möchte ich den bekannten, berühmten Vers bringen aus dem Sura Ale Imran, der dritte Sura, aus dem heißt, Und o ihr Frommen, glaubet nicht, dass die Märtyrer tot sind, sondern sie sind ewig Lebende und sie bekommen ihre Manna von Gott. Also, wie können sie lebendig sein? Wenn sie lebendig sind, also würden sie auch hören und sehen und antworten können. Sie haben also auch diese Macht. Wenn sonst wäre ja eine sinnlose Sache. Die haben also, das ist ein Beleg, dass die Verstorbenen gar nicht so tot sind, wie wir uns das vorstellen wollen oder uns eingeredet werden soll. Und Ahlul Bayt des Propheten, die Familie des Propheten, aber auch der Prophet selbst, sie sind alle wie die Märtyrer. Sie sind Märtyrer geworden. Sie haben ihr Leben dem Gott geopfert. Und sind dementsprechend Lebendige, die bei Gott ihre Manna bekommen, ihre Essen auskommen bekommen. Der Fatmaid. Aber دلیل از دلیل تاریخی و دلیل دلیلی که از روایات ما میتونیم استفاده کنیم از احادیث من فقط چون وقت گذشته یک روایت و یک دلیل تاریخی رو عرض میکنم که این قضیه در یک دو کتاب از کتاب‌های بسیار معتبر اهل سنت برادران اهل سنت ما نوشته شده یکی تاریخ سیره ابن هشام هست که تاریخ بسیار معروفی است و معتبر است و دوم در کتاب صحیح بخاری است که صحیح بخاری از کتاب‌های بسیار معتبر برادران اهل سنت ماست این قضیه اونجا آمده کدام قضیه وقتی پیامبر خدا در جنگ بدر پیروز شدند و مشرکان رو در واقع به قتل رسوندند تعدادی از این مشرکان رو به دستور پیامبر در بدنشون رو در چاه انداختند یه چاهایی بود به نام چاه‌های بدر بعد در اونجا در تاریخ آمده است که پیامبر بالای یکی از این چاه‌ها ایستادند و خطاب به بعضی از بزرگان مشرکین و دشمنان خدا به اونها خطاب کردند در حالی که اونها مرده بودند و به اونها گفتند من وعده خدای خودم را
حق یافتم. آیا شما هم وعده پروردگارتان را حق یافتید؟ خدا به شما وعده عذاب داده بود، آیا شما هم وعده را حق یافتید؟ در اونجا بعضی از مسلمان ها اعتراض کردند که ای پیامبر، یا رسول الله، آیا با مردگان سخن میگویی؟ پیامبر فرمود شما از اینها شنواتر نیستید. تو بعضی از نقل ها پیامبر قسم خورد، فرمود والله به خدا قسم که شما که زنده هستید از این مردگان شنواتر نیستید، یعنی اینها میشنوند. خب یک دلیل محکمی است برای اینکه نه تنها اولیای خدایی، بلکه هر کسی که از این دنیا می رود این امکان رو دارد که صدای ما را بشنود. و اینکه میگویند مثلا وقتی شما میرید حرم امام حسین علیه السلام چرا حرف میزنید، اونها که صدای شما رو نمیشنوند، وقتی میرید کنار قبر پیامبر چرا با پیغمبر حرف میزنید، پیغمبر مرده است صدای شما را نمیشنود، این حرف کاملا بی اساسی است که بر اساس دلیل قرآنی و روایی حرف کاملا بی اساسی است. بفرمایید. Und nun zu einer Überlieferung, also eine historische Überlieferung. Diese Überlieferung kommt in zwei sehr bedeutende Literatur unserer sunnitischen Geschwister vor, nämlich das Buch Tarikh ibn Hisham, die Geschichte von Ibn Hisham, und das Buch Sahih Bukhari. Es handelt sich um die Geschichte von dem Schlacht von Badr. Als der Prophet in dieser Schlacht gesiegt hat, wurden die Toten der gegnerischen Seite in den Graben geschmissen, wie es doch normalerweise üblich ist. Und da hat der Prophet zu den Verstorbenen der gegnerischen Seite gesprochen. Ich sehe das, was Gott mir versprochen ward, als erfüllt. Findet ihr auch das erfüllt, was versprochen ist? Also ob ihr jetzt die Strafe sieht, was ihr bekommt? Da haben einige der Muslime bei Prophet sich beschwert. Wieso sprichst du mit den Toten? Und da hat der Prophet gesagt, sogar mit Schwur gesagt, ihr seid nicht mehr hörend als die. Also dies ist ebenfalls ein sehr deutlicher Beleg dafür, dass nicht nur die Gottnahen, sondern jeder, der stirbt, in der Lage ist zu hören. Daher ist Kritik, die gebracht wird, wenn wir in der Haram von Imam Hussein gehen und mit Imam Hussein sprechen, dass die Leute sagen, der hört doch nicht, das ist Unfug, was ihr da tut, ist eine absolute Unsinn. Wir haben Beleg dafür also, dass er hören kann. Befarmait. بنابراین تا اینجا روشن شد که درخواست از اولیای الهی نه تنها عقلا محال نیست، بلکه کاملا یک امر ممکن است که در قرآن و روایات این کار ممکن شمرده شده. اما سوال دوم، پاسخ به سوال دوم که حالا که این کار ممکن است، ممکنه بعضیا بگن ما قبول داریم عقلا ممکنه، ولی این کار شرک است، شرع به ما چنین اجازه ای نمیدهد، اسلام به ما چنین اجازه ای نمیدهد. اگر ما مسلمان واقعی هستیم فقط باید از خدای سبحان حاجت خودمون را بخواهیم. درست است آنها صدای ما را میشنوند، ولی ما اجازه نداریم که از آنها بخواهیم. این سوال دوم. برای پاسخ به این سوال دوم هم ما چند دلیل رو اینجا عرض می‌کنیم، هم دلیل عقلی و هم دلیل قرآنی و هم دلیل روایی، که اینجا و ثابت می‌کنیم که این کار نه تنها شرک نیست، بلکه این کار از نظر قرآن و از نظر سیره پیامبر اکرم یک کاری است که حتی توصیه شده است و به ما دستور دادند که از اولیاء خدا بخواهید که اونها از خدا بخواهند که خدا حاجت شما را بدهد. بفرمایید. و
Also, wir sehen, es ist nicht nur nicht unmöglich, sondern durchaus möglich nach dem Koran und Überlieferung. Nun, jetzt an dieser Stelle würde man wahrscheinlich jetzt sagen, okay, einverstanden. Es ist möglich, mit denen zu sprechen und sie hören uns. Aber dies von denen etwas zu verlangen, stellt Schirk, also Polytheismus, dar. Und der islamische Weg, der islamische Rechtssystem, die Scharia und Islam, den Weg des Islams, dies nicht erlauben. Man darf seine Bitte nur bei Gott bitten. Aber auch hier werde ich koranische wie Überlieferung und vernünftige Beweise bringen, dass das nicht der Fall ist und islamisch legitim ist, nicht nur legitim ist, sondern auch wir dazu aufgefordert werden. Herr Farmeid. بله. اما دلیل عقلی برای اینکه این کار یعنی خواستن حاجت از پیامبر خدا و از اهل بیت گناه نیست، شرک نیست، دلیل عقلی این است که اگر اینکه ما بگیم صرف اینکه شما از کسی چیزی بخواهید این به معنای شرک است، پس لازمش این است که تمام مردم مشرک باشند. حتی پیامبران الهی هم با این استدلال شما باید مشرک باشند، چون اونها هم وقتی مریض می شدند به غیر خدا مراجعه می کردند، یعنی در واقع می رفتند پیش طبیب، از اون نسخه می خواستند، دارو می خواستند، یا اینکه می رفتند مایحتاج خودشون رو تهیه می کردند. تمام اینها مراجعه به غیر خداست، درخواست از غیر خداست، پس باید همه اینها شرک باشه؟ معاذ الله، پیامبران الهی که دیگه مشرک نیستند. پس معلوم است که هر درخواستی مساوی با شرک نیست، بلکه اون درخواستی از غیر خدا شرک است که به معنای پرستیدن خدا باشد، به معنای این باشد که ما غیر خدا را در کنار خدا صاحب قدرت بدانیم. اگر ما اهل بیت را در واقع در عرض خدا بدانیم، در کنار خدا بدانیم، بگیم خدا قدرتی دارد برای خودش، امام حسین هم یه قدرتی دارد برای خودش، در کنار خدا اونجا مغازه‌ای جدا باز کرده است، اگر اینجوری باشد بله این شرک است. اما ما که این عقیده را نداریم، ما میگیم اینها از خودشان چیزی ندارند، اینها هر قدرتی دارند از خدای سبحان است، و در واقع اینها از خدا میخواهند که خدا حاجت ما را بدهد. ما که مستقیما از اینها نمیخواهیم که بگیم مثلا یا رسول الله، یا امام حسین، تو مریض من را شفا بده، چه خدا بخواهد چه نخواهد تو شفا بده. نه، میگیم در واقع تو از خدا بخواه که خدا شفای مریض من را بدهد. این دقیقا مثل این است که من میرم پیش دکتر و پزشک و میگم پزشک تو به من یک دارویی بده، بعد میگم خدایا به خاطر این دارو مرا شفا بده. در واقع یک واسطه ای ایجاد کردم که این شفا بر من عارض بشود و این شفا برای من بیاید. بنابراین اگر ما بگیم هر درخواستی از غیر خدا مساوی با شرک است، این خلاف عقل است، یعنی تمام پیامبران باید بگیم مشرک هستن و این امکان ندارد. بفرمایید. Nun zu dem vernunftbezogenen Beleg möchte ich sagen, dass das nicht nur keine Sünde ist und auch kein Polytheismus ist, weil nur das bloße Bitten von einer, der nicht Gott ist, ist nicht gleich Schirk und Polytheismus. Wenn das so wäre, dann müssten alle Menschen, ja sogar die Propheten, alle Muschrik gewesen sein, Polytheisten gewesen sein. Denn wenn die krank wurden, haben sie nach Ärzte gerufen. Oder für ihre Tagesbedürfnisse sind sie zu irgendwelchen Leuten gegangen. Das würde bedeuten, dass alle, auch diese Propheten, Polytheisten waren, Muschrik waren.
Das kann einfach nicht der Fall sein. Gott behüte. Ein echter Polytheismus, ein Schirk ist, wenn wir neben Gott andere Götter anbeten, wenn wir diese Leute als Inhaber der Macht neben Gott als parallel betrachten. Wenn wir also Abu Abdullah al-Hussein, der Enkel des Propheten, als ein Machtinhaber bezeichnen, neben Gott. Das heißt, wenn ich sagen würde, o Prophet oder o Imam, heile mein Kind, egal ob es Gott will oder nicht. Dies ist falsch. Die haben von sich selbst keine Kraft. Alles Kraft gebührt Gott. Genauso, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und nach einem Medikament verlange. Und dann sage ich, o Gott, mit diesem Medikament, wie du über diesen Arzt mir gegeben hast, lasse mich gesund werden. Also ist jedes Bitten nicht gleich Schirk. Ansonsten würden alle Propheten ebenfalls Muschrik sein. Das kann einfach nicht sein. Herr Farmaid? Amma ayat Quran ham be in nukte eshare darad va be ma dar vaqe tavsiye mikonad ke dar kenar awliya elahi biyayid va az unha bekhahid ke unha vasite beshavand bein shoma va خدا. یکی از این آیات این آیه است که می‌فرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ای پیغمبر من، اگر سوره و آیه که بله سوره و آیه اگه بفرمایید ممنون میشم. بله سورش هم الان عرض میکنم خدمتتون. اینجا من متاسفانه یادداشت نکردم چون آیه معروفی است، ولی حالا میگم الان خدمتتون. بله در این آیه خدای سبحان، در حالا ترجمه آیه رو عرض کنم تا بله سورش رو هم میفهم عرض میکنم خدمتتون. در این آیه خدای سبحان میفرماد که اگر این گناهکاران می آمدند در کنار پیامبر و از پیامبر می‌خواستند که برای آنها استغفار بکند، در واقع می‌آمدند پیش پیامبر و استغفار می‌کردند و پیامبر هم برای این گناهکاران استغفار می‌کرد، اینها خدا را تواب یعنی آمرزنده می‌یافتند، یعنی خدا اینها را می‌بخشید. یعنی در واقع دستور میده ای مؤمنین، ای مسلمان‌ها، چرا نمیرید پیش پیغمبر و از پیامبر بخواهید که پیامبر برای شما دعا بکند، برای شما استغفار بکند، پیامبر واسطه بشود که خدا شما رو ببخشد. خب اینها آبرومند در خانه خدا هستند. این یک نمونه. نمونه دیگر اون آیاتی است که آیه ای است که برادران حضرت یعقوب وقتی گناهکار بودند و اون گناه رو کردند و یوسف رو به چاه انداختند، برادران یوسف آمدند پیش پدرشان و گفتند یا ابانا استغفر لنا، ای پدر تو برای ما دعا بکن. قرآن این رو نقل میکنه و این رو تأیید میکنه، پس معلومه که هیچ اشکالی نداره که ما بریم پیش پیغمبران الهی از اونها بخواهیم که اونها برای ما دعا بکنند. بله بفرمایید. Also zu koranischen Belegen gibt es folgende Sachen, dass es nicht nur dazu, auch Hinweise dazu gibt, sondern sogar eindeutige Aufforderungen dazu, dass wir zu den gottnahen Personen gehen und uns dort in Hilfe ersuchen. Ein berühmtes Beispiel ist der Vers, in dem heißt, und wenn die Sünder zum Prophet gehen würden, und dort ihre Reue zu bekunden würden und der Prophet für sie bitten würde, dann würden sie Gott vergebend finden. Damit wird in dieser Vers klar aufgefordert, man möge zum Prophet gehen und ihn bitten, dass er bei Gott eine Fürsprache für einen macht, ein Wort sozusagen für einen einlegt. Ein anderes berühmtes Beispiel aus Sura Yusuf ist die Geschichte von den Brüdern, von Josef, Yusuf, die dem Bruder so viel Unheil und Leid angetan haben. Sie haben ihre gebeten.
für sie bei Gott um Vergebung zu bitten. Der Koran lehnt es nicht nur ab, sondern bestätigt diese Handlung noch. Weil er befarmeit, حالا مهم نیست آجا اگه پیدا نمیشه و آیه دیگر آیه است که خدای سبحان در سوره مائده میفرماید سوره مائده آیه 35 میفرماید وابتغوا الیه الوسیله برای رسیدن به خدای سبحان یک وسیله ای را بیاورید یک واسطه ای را بیاورید یعنی بروید پیش اولیای خدا و از آنها بخواهید که برای شما دعا بکنند این دستور قرآن است پس نه تنها این کار شرک نیست اگر شرک بود که خدا دستور نمیداد نمیگفت واسطه بیاورید بنابراین هیچ اشکالی ندارد از نظر قرآن که ما در خونه اهل بیت بریم و از اونها بخواهیم که اونها از خدا بخواهند که حاجت ما را بدهند بله بفهم ان انتر فیاس حاج آقا ما 5 دقیقه دیگه فرصت بیشتر نداریم بله Da fadjahte etla. Ein anderer Vers ist der Vers 35 aus Sura Maida, also der fünfte Sura, in dem es heißt, um Gott nahe zu kommen, geht und greift zu den Mitteln und bringt sie, um für euch zu bitten. Das ist ja kein Polytheismus. Gott fordert doch nicht auf, Polytheist zu werden. Also, das ist ebenfalls eine klare Beleg für dieses Aussage. Befarmeit. و در تاریخ هم نمونه‌های فراوانی داریم که و روایات زیادی داریم که نشون میده مسلمان‌ها نزد پیغمبر می‌رفتن و حتی بعد از رحلت ایشون در کنار قبر پیغمبر می‌رفتن و دعا می‌کردند و حاجتشون رو می‌گرفتند و این کار مرسوم بوده در بین مسلمان‌ها. چطور ممکنه که اصحاب پیامبر که از بزرگان بودند اینها در واقع مشرک باشند؟ آیا امیرالمؤمنین آیا فاطمه زهرا که میرفت در کنار قبر پیغمبر اونجا دعا میکرد از پیغمبر میخواست نعوذ بالله آیا مشرک بود؟ آیا اصحاب پیامبر که این کار رو میکردند آیا اینها مشرک بودند؟ و روایاتی داریم که دستور دادند که پیامبر فرموده برای من جمعه ها صلوات زیاد بفرستید یا در آداب زیارت پیامبر دارد که اونجا برید دعا بکنید و از پیغمبر بخواهید که برای شما که حاجت شما را بدهند این روایاتی که به دست ما رسیده و این سیره و روش اصحاب پیامبر به ما این رو یاد میده که این کار نه تنها شرک نیست بلکه امکان داره و توصیه شده است بله بفرمایید Auch in der Geschichte haben wir deutliche Belege dafür. Denn die Leute kamen zum Propheten und haben ihn gebeten, für sie Bittgebet zu machen, bei Gott ein Wort einzulegen. Ja, sogar auch nach seinem Tod war es durchaus üblich, dass man zum Grab des Propheten gegangen ist und man Bitte geäußert hat und dies erfüllt waren. Wenn das so wäre, dann müssen ja die Gefährten des Propheten, die Sahaba des Propheten, ebenfalls Muschrik gewesen sein. Ali a.s., Fatima az-Zahra salamullah alaiha und andere Gefährten haben das ja gemacht. Waren sie etwa alle Polytheisten, Muschrik? Der Prophet selber sagt, sagt freitags für mich Salawat und geht zu den Gräbern und bittet, Diese Sachen sind ja gegeben als Beleg, historische Belege. Befarmeit. و در پایان میخواهم این رو عرض کنم که برادران و خواهران ایمان در هر کجای دنیا که صدای بنده رو میشنوید نه تنها درخواست از اولیاء الهی شرک نیست بلکه میخواهم بگویم که در این زمان تنها راه نجات از گرفتاری ها و مشکلات رفتن به در خانه اهل بیت و اولیاء الهی است نه تنها شرک نیست و نه تنها اینکه خوب است و توصیه شده است بلکه امری لازم و ضروری است این مطلب را از خودم نمیگویم یک روایت معتبری است که این را
هم علمای بزرگ اهل سنت و هم علمای بزرگ شیعه این که این روایت رو آوردند و قبول دارند که پیغمبر فرمود اهل بیت من مثل کشتی نوح هستند که هر کس سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس سوار نشد غرق شد. این روایت به ما یاد میده که اگر ما توسل نکنیم به اهل بیت و از آنها درخواست نجات نکنیم، درخواست کمک نکنیم، در این طوفان آخر الزمان که شیطان تمام قوای خودش رو جمع کرده تا انسان رو منحرف کنه، غرق میشیم و بیدین از دنیا میرویم. و تنها راه نجات در زمان حضرت نوح سوار شدن بر کشتی نوح بود. در این زمان هم پیغمبر میخواد به ما یاد بده با این حدیث که تنها راه نجات شما ای امت بعد از من پیغمبر، تنها راه نجات شما رفتن در خانه اهل بیت است و توسل و درخواست کمک از آنهاست و دوستی با آنهاست و پذیرفتن ولایت آنهاست. اگر برید در خانه اهل بیت نجات پیدا میکنید. و من این توصیه را دارم که در این آخر الزمان و این بلاهای مختلف، مخصوصا این بلای کرونا، ما به جای اینکه بیشتر نگاهمون به علم بشر باشد، بریم در خانه اهل بیت و از اونها کمک بخواهیم که اونها این بلا رو از ما دور کنند. من یک داستانی رو در پایان عرایزم عرض کنم و عرضم تمام. انشاءالله آقای دکتر حاجی زاده این مطالب رو ترجمه کنند تا من اون داستان کوتاه رو عرض کنم. بفرمایید. Zum Schluss möchte ich jedem, der jetzt meine Worte hört, egal wo er ist, sagen, diese Fürbitte ist also zum Bitten bei die gottnahen Personen ist nicht nur keine Schirk, sondern in dieser Zeit der einzige Weg der Rettung. Ja, das Zuwendung Richtung Ahlbeit ist die Rettung. Es ist keine Schirk, sondern eine Notwendigkeit sogar. Es gibt eine Überlieferung von Schiiten wie von Sunniten anerkannt, dass der Prophet gesagt hat, meine Familie, Ahlul Bayt, ist wie das Schiff der Arche Noah. Wer darin steigt, ist gerettet. Wer nicht, wird ertrinken. Wenn wir also die Rettung erwirken wollen, in dieser Endzeit müssen wir mit Ahlul Bayt sein, sonst werden wir ertrinken. In der Zeit von Noah musste man in dieses Schiff einsteigen, sonst ist man ertrunken gewesen. Heute ist genauso. Der einzige Weg ist, an die Pforte von Ahlul Bayt zu klopfen, deren Freundschaft und deren Velaya-Regentschaft anzuerkennen. Es ist meine Empfehlung, in diese Endzeit nicht nur auf das menschliche Wissen und Wissenschaft sich nur zu berufen und zu verlassen, sondern wirklich die Pforte von Ahlul Bayt ebenfalls anzuklopfen. Und jetzt will ich eine kurze Geschichte zum Abschluss noch sagen. Bale befarmayid, sedere dige. Dar hudud 100 sal pish dar Shadam dude be 100 sal pish در شهر سامرا یک وبای بزرگی همگیر شد که بسیاری از مردم از اون وبا جان دادند، مردند. در اون زمان مرجعیت شیعه با آیت الله عظما سید ابول سید میر آیت الله عظما میرزای شیرازی بود اگر اشتباه نکنم، و یا میرزای شیرازی یا سید ابوالحسن اصفهانی، یکی از این مراجع الان در خاطرم نیست. اینها اومدن پیش این بزرگ شیعیان و گفتن آقا چه کار کنیم، همه شیعیان، همه مردم دارن میمیرن، چه کنیم؟ اون بزرگوار دستور داد به تمام شیعیان که شما
زیارت عاشورا با یک دستور خاصی رو شروع کنید بخوانید، شاید 40 روز ظاهرا دستور داد که این رو بخوانند، و هدیه کنید به مادر امام زمان علیه السلام. و این در تاریخ ثبت شد. کسانی که زیارت عاشورا رو خوندند با دستور اون مرجع تقلید، از اونها نمرد و همه سالم موندن. و کسانی که توسل نکرده بودند به اهل بیت، همه از وبا مردند. و این اثر توسل است، اثر رفتن در خانه اهل بیت است. آنها در خانه خدا آبرو دارند. در این زمان هم من به دوستانم عرض می کنم که توسل دائمی به امام زمان علیه السلام کنید و از مادر امام زمان بخواهید که از امام زمان بخواهد که خدا این بلا رو از اونها دور کند، از تمام مسلمان ها بلا رو دور کند، از تمام انسان های کره زمین این بلا رو دور کند. ولی شیعیان و مسلمانانی که اعتقاد به اهل بیت دارند، اینها اگر برند در خونه اهل بیت از اونها بخوان، قطعا کمکشون میکنند. از همه دوستان، خواهران و برادران عزیز ایمانی التماس دعا داریم در این شب جمعه که شب زیارتی امام سید الشهدا علیه السلام هست، درخواست میکنیم که همه ما رو از دعای خودشون فراموش نکنند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Also vor 100 Jahren ist die Geschichte folgendes. Vor 100 Jahren, ich muss jetzt sehr schnell machen, weil es schließt gleich Instagram, war im Irak eine Krankheit gekommen in Stadt Samarra. Man hat gefragt, was ist zu den Großen der Schiiten, ist man gegangen, war wahrscheinlich Sayyid Mirza Shirazi, vielleicht auch Herr Isfahani, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Leute haben gefragt, was machen wir, alle sterben. Und er hat empfohlen, Ziyarat Ashura zu lesen. Ich glaube, 40 Tage war das. Und dieses als Geschenk an Imam, Mutter von Imam Zaman zu geben. Die Leute, die das gelesen haben, sind heil geblieben, alle anderen sind gestorben. Und das ist ein Beleg dafür, dass Tawassul funktioniert, also die Fürbitte funktioniert, dass diese Leute eine große Ansehen bei Gott haben. Also wir sollten jetzt auf jeden Fall speziell wir Schiiten und Fürbitte machen bei Imam Zaman und bei der Mutter von Imam Zaman, besonders heute Nacht, wo es auch die Nacht des Jahres herantreten zu Imam Hussein ist. Also Huzur Shema Khili Mamnunam Hajaram, ich gehe direkt auf Instagram, hole ich mich mal. Vielen Dank, Herr Azizi. خداحافظ. Auf Wiedersehen. التماس دعا. خدا نگهدار. خداحافظ. Auf Wiedersehen. خداحافظ. خداحافظ. شما Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. خب خواهران و برادران، ما استارت جدید میزنیم برای دعای کمیل و لحظات دیگر خدمت شما هستیم. Liebe Geschwister, wir starten gleich Instagram 9 und sind für Sie gleich wieder da.